132مین روز از جنگ بین اسرائیل و همسایگانش در شمال و جنوب. بدون شک میتوان گفت که یک مرحله در رابطه با افزایش تنش‌ها چه در شمال و چه در جنوب اسرائیل پیشروی به وجود اومده و مرحله تازه‌ای به ویژه در شمال اسرائیل امروز رقم خورد. این مرحله از جایی شروع شد که یک سرباز زن اسرائیلی در حمله حزب الله کشته شد و پس از اون بود که بیش از 8 موج از حملات اسرائیل را به دنبال داشت که در یکی از این حملات علی محمد البدس و حسن ابراهیم عیسی از فرماندهان گردانهای رضوان حزب الله لبنان به گفته ارتش اسرائیل کشته شدن. حزب الله ارتش اسرائیل را متهم میکنه که در یکی از این حملات یک خانواده 8 نفره نیز جان خودشون را از دست دادن که در میان اونها کودکان و زنان هم بودند. و پس از اون بود که دوباره حزب الله لبنان به سوی اسرائیل موشک اندازی کرد. تقریبا میشه گفت بیش از 20 تا 25 موشک به سوی شهرهای شمالی اسرائیل و به ویژه شهر کریات شمونا پرتاب شد که اسرائیل میگوید که در حال حاضر خسارات و تلفاتی نداشته و بسیاری از این موشک ها در مزارع اطراف به زمین نشسته. در کنار اون در جنوب اسرائیل در مرز اسرائیل و نوار در مرز نوار غزه و مصر همچنان بیش از 1,500,000 نفر از آوارگان فلسطینی همچنان منتظر هستند که ببینند که اسرائیل چه تصمیمی میگیره و چه وقت به سوی این مناطق وارد میشه و حمله را در اونجا شروع میکنه. در کنار اون نبردها در خان یونس هم به شدت ادامه داره و امروز ارتش اسرائیل وارد بیمارستان ناصر هم شد. به گفته ارتش اسرائیل در این بیمارستان گروهی از افراد حماس که در کشتار 7 اکتبر شرکت کردند در اونجا پنهان شدن. همچنین امکان داره که اجساد برخی از گروگان‌ها هم در اونجا باشه. در کنار اون مذاکرات برای رسیدن به یک نوع آتش‌بس هم هنوز به پایان نرسیده. امروز در اسرائیل اعلام شد که ویلیام برنز رئیس CIA پس از اینکه در قطر دیدارهای انجام شد در قاهره بین اسرائیل و رؤسای سازمان‌های CIA و همچنین قطر اطلاعات مصر، دوباره امروز به اسرائیل اومده و دیدارهای هم با آقای نتانیاهو و هم با وزیر دفاع و هم با رئیس موساد اسرائیل انجام دادن. نتیجه این دیدارها هنوز معلوم نیست، اما باید گفت که در 132مین روز از جنگ هنوز هیچ راه امیدی و نوری برای پایان این جنگ وجود نداره.